سلام میگم به همه شما دوستان عزیزی که به این گروه تشریف آوردید میخوام ازتون تشکر بکنم به خاطر اینکه عضو گروه الهیات ایرانی بومی سازی الهیات مسیحی شدید وجود همه شما اینجا مهم هست و میتونیم از هم یاد بگیریم و من امیدوار هستم که یک تعاون فکری مشارکت چند جانبه و خوبی رو اینجا داشته باشیم و میتونیم با هم فکری این گفتگوها رو جلو ببریم و از تجربیات همدیگه از ارزم به خدمتتون که دانش همدیگه چه عمومی چه تخصصی یاد بگیریم و بینش های متنوع رو وارد این گفتگو بکنیم امیدوارم هستم این که این گفتگو به پیش بره من میخوام از این فرصت استفاده بکنم و یه بستری رو بگذارم برای اینکه این, که این صحبت های ما جلو بره قبل از اینکه با وارد شاخه های مختلف این گفتگوها بشید اگر برید توی وقتی یه چیزی رو میخواین پست بکنید متوجه خواهید شد که تگ های مختلفی وجود داره که میتونید عنوان صحبت خودتون رو حالا چه تکست چه ویدیو هست رو اگر میخواید بگذارید میتونید میدونید شما میتونید لایو برید یا ویدیو خودتون رو پست بکنید در اون قسمت این فرصت رو خواهید داشت که تگ بگذارید و عنوان بندی بکنید عنوانی رو که از قبل تهیه شده رو بهش و عنوان کلی رو بهش ببخشید اجازه بدید من یک بستری رو بگذارم یه زمینه رو داشته باشیم که صحبت همون به شاخه های مختلف میره از این بستر برخیزه و دلیل موضوعی رو که میخواستم امروز با اتون صحبت بکنم این گفتگو رو آغاز بکنم این رو میتونیم ادامه بدیم و بعد وارد قسمت های دیگه بشیم دیدم یکی از دوستان در هنر نوشته خیلی عالیه و این رو باهاش باهاش وارد گفتگو خواهیم شد ولی گفتم ولی قدم عقب تر بگذاریم و این رو بحث رو با همدیگه جلو بریم و در مورد چشمانداز های متفاوت الهیاتی در مقایسه با الهیات جهانی صحبت بکنیم یکی از نکاتی که من فکر میکنم باید بهش توجه داشته باشیم چشمانداز های الهیاتی هستش که توی مقطع زمانی مشخصی توی یک مکان جغرافیایی مشخصی توی چارچوب تاریخی و سیاسی و اقتصادی و الهیاتی مشخصی به دنیا میاد چون ما اله هر الهیات و سنت و دیدگاه و ششمنداز الهیاتی رو توی یک خاصی نبوده حال در ارتباط با مسائلی که خدمتون ارز کردم با کنش های متفاوتی بوده که انجام شده و از اون الهیات مشخصی چشمانداز الهیتی خاصی به دنیا آمده و قبل از اینکه به این مسئله به پردازی مجازی بدید به این چشماندازهای های الهیاتی اشاره داشته باشیم و بگیم که آموزه هایی هستند که کلیسای مسیح اونها رو بستر باور کلیسا دونسته و تمام کلیساهای مسیح شاید که اکثر قریب به اتفاق اگر میخوایم دقیق باشیم در سراسر دنیا به اون معترف هستند پس یک، یکی چشماندازهای های متنوع الهیاتی هست و یک بستر مشترکی که همه بهش باور دارن من در مورد اعتقادنامه هایی مثل اعتقادنامه رسولان اعتقادنامه نیقیه شوراهای جهانی مثل قسطنطنیه افسوس کلسدان دارم اشاره میکنم حالا بعضی از کلیسا هستن که آرای شورای کلسدان رو به رسمیت نمیشناسن ولی اکثر به قریب به اتفاق کلیساها از هر سنت متفاوتی که باشن بر روی اینها متفق القول هستن و با همین اعتقادنامه ها رو ادا کنند و باور دارن بستر باور کلیسای مسیح توی شرق و غرب این اعتقاد نامه ها شده و ارزم به خدمتتون که توی تاریخ کلیسا شوراهای دیگه ای هم انجام شده که جهانی نبودن و نمایندگان کلیسا از اکثر مناطق در اون حضور نداشتن بنابراین به خاطر همین ما این رو جهانی نمیگیم چون خیلی از کلیساها نماینده اونجا نداشتن خیلی از کشورها نماینده نداشتن این به اون معنا نیست که شوراها درست نیستن و نمیتونیم اونها رو توی رسته راستینی قرار بدیم و اما میتونیم بگیم که جهانی نیستن و در نتیجه اعتقادنامه هم که از اونها استخراج شده جهانی نیستن اعتقادنامه نیقی اعتقادنامه کلسدان افسوس قسطنطنیه اینها اعتقادنامه هایی هستند که از شوراهای جهانی تشکیل شدن از،, 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 نقاط مختلف از،, از ایران از عربستان از, قسمت های مختلف امپراتوری روم ما ببینیم که اسقفان و کشیشان شرکت نمایندگان شرکت کردن و نتیجه و معصد اون این شده که اعتقاد نامه ها درش شکل بگیره ولی خب بعضی از شوراها شوراهای خیلی محدودی بودند که مختص گروه هایی بودن که یک باور خاصی رو داشتن و هم, هم آوا بودن در ادای این باورها و نتیجهش اینه که اعتقادنامه ها و اعترافنامه های ازشون بیرون اومده که همون گروه بهش احترام میگذارن و خارج از گروه این گروه کلیساهای های مختلف و سنت های دیگه چندان بهش اهمیتی نمیدن من برای اون حال نمیتونیم اعتقادنامه های جهانی بگیم اکثرتون آشنا هستی با این صحبتی که میخوام بکنم ولی گفتم فقط به عنوان زمینه داشته باشیم به با عنوان مثلا شوراهای کلیسای واتیکان برای و سایر کلیسا مثل پروتستان ها و غیر فرقی ها و اوتودوکس ها رسمیت و اقتدار کلیسایی نداره کلیسای کاتولیک به, شورا... به اعتقادنامه کلیسای کاتولیک اعترا... اعترام میگذاره و اون رو بهش اهمیت میده ولی نه پروتستان ها و برعکس هم هست بعضی از باورهای تمام اعتقادنامه های پروتستان هایی که صرفا ریشه در پروتستانیزم داره برای کلیسه های کاتولیک های قابل پذیرش نیست اینها جهانی نیستن هرچند ممکنه میلیون ها پیرو داشته باشن ولی نمیتونیم بگیم که اینا بستر کلیسای جامعه هستن و یا شوراهایی که کلیسای اصلاح شده یا ریفورم برقرار کردن و اعتقاد که از اونها استخراج شده برای حتی بعضی از پروتستانها قابل احترام و پذیرش نیست اونها هم خیلی محلی هستن و در محدوده جغرافیایی و حتی فکری خاصی قرار گرفتن نمونه هایی که میتونیم براتون بزنم تا این جنبش پروتستانیزم بعد از اینکه جنبش اصلاحات آغاز میشه و اصلاحگران از کلیسه کاتولیک خارج میشن شورای ترنت برقرار میشه که یه واکنشی بود بر این جنبش و در رشد رشد کلیساهای اصلاحات بعد از این شقاق طولی نمیکشه که کلیساهای اصلاحات ناچار میشن تا شورای رو برپا کنن و در این همایش اعتقادنامه رو تنظیم بکنن که اعتقادنامه وست مینستر معروف هست این اعتقادنامه برخواسته از, از مجموعه, مجموعه نزاعها و گفتگوهای الهیاتی که در اون زمان اتفاق افتاده بود و مفاد و هایی رو هم که اعلام میکنه پاسخگوی نیاز زمان خودش بود من میخوام این زمان بند بودن و نیاز من به مکان بودن اعتقاد ها و شوراها رو که جهانی نیستن رو خدمتون عرض بکنم که بهش توجه داشته باشین که به خاطر اینکه خیلی مهمه این سنت در طی سالها به نسل بعدی انتقال پیدا میکنه و امروز هم میبینیم که خیلی ها متعلق به کلیسای اصلاح جر هستن اصلاحات هستن ریفورم هستن و این اعتقاد نامه ها رو میپذیرن و اون رو اعتراف میکنن اما خیلی ها از خواستگاه تاریخی اونها آگاهی ندارن آگاهی از این مطلب به کسانی که اون رو پذیرفتن کمک میکنه که قابلیت تشخیص و تحلیل تفسر های لایتی که در اون وجود داره رو داشته باشن اما با وجود زیبایی اعتقادنامه ها باید این رو هم توجه داشت که این یک اعتقادنامه هستش که در واکنش به مسائل مشخصی در زمان مشخص و این واکنش ها رو نباید عمومیش کرد و برای اون چارچوب جهانی قائل شد یه بحث این مطرح میشه که آیا اصولی که از اون استخراج میشه اصول اصولی هستش که به قول زمانمند نیست و میتونیم به همه اعثار و, و حتی به تمام مسیحیان گسترشش بدیم یا فقط بیانگر هویت الهیاتی ما هست حالا اون بحث رو من نمیخوام واردش بشم ولی میخوام متوجه این باشیم که تمام اعتقادنامه ها زمانمند هستن حداقل ارتباط مستقیم به واکنش های و اون کنش ها و واکنش هایی که در زمان مشخص در مکان مشخص در خصوص مسائل مشخص الهیاتی انجام شده نتیجهش اون بوده و فرقی هست بین اعتقادنامه های فرقعی و, و اعتقادنامه های جهانی که اون یک بستر کاملاً متفاوتی داره مثلا یکی از مثال هایی که میتونم خدمتون بزنم که یکی از چالش های کلیسای ایونجلیکال شده و بحث بسیار گسترده ای در این خصوص مطرح است و الهیاتان های راستین ایونجلیکال بشارتی در این گفتگو وارد صحبت شده من صحبتم از در مورد لیبرال ها نیست در مورد بشارتی های کانسرواتیو هست من در مورد محافظه کارها صحبت کنم اعتقادنامه هایی یا نامه هایی وارد صحنه شده مثل شیکاگو استیتمنت اون نرنسی که کلیساهای ایونجلیکال محافظه کار و فاندامنتالیست بهش معترف هستن گروه عظیمی رو از ایونجلیکال رو تشکیل نمیدن که این رو باور دارن و با پذیرش اون کسی رو یا ایونجلیکال یا غیر ایونجلیکال میخونن گروه های از ایونجلیکال هستن در سرتاسر سر دنیا از استرالیا و اروپا و حتی آمریکا گرفته که خودشون رو ایونجلیکال و پروتستان میدونن اما معتقد به شیکاگو استیتمنت بر این نیستن این گفتگو داره دهه ها هست که از زمان نوشته شدن شیکاگو استیتمنت آن این اتفاق افتاده و داره پس و پیش میگرده ولی میخوام این رو بگم که وقتی که به این مسائل اعتراف نامه های نظیر این میرسیم اعتقادنامه به اعتقادنامه تعمیدی ها، اعتقادنامه های هایدربرگ، اعتقادنامه هر اعتقاد رو که حتی مورد خصوص پروتستان ها صحبت میکنم که متنوع هست متوجه بشیم که اینا برخواسته از یک زمان مشخص مکان مشخص کنش و واکنش های بسیار محدود به تاریخ و مکان مشخص اتفاق افتاده که گویای هویت اون افراد بودن که درگیر اون گفتگوها بودن من خوام اینو بگم که اینها رو ما توجه داشته باشیم که جهانی نیستن این به ما کمک میکنه که وارد گفتگوی الهیات بومی میشیم حالا در این خصوص من بیشتر صحبت خواهم کرد توی جلسات بعدی ولی میخوام این بحث ها رو اینجا ادامه بدیم که یه مقدار پرورش پیدا بکنه صحبت و برای داشتن الهیات قنیتر تر باید از لنزهای الهیاتی خودمون آگاه باشیم یا بدونیم که شاخه و سنت الهیاتی که در اون به کنکاش در باب خدا داریم میپردازیم نتیجه یک سری رویدادهای تاریخی مشخص در زمان مشخص توی مکان جغرافیه مشخص حل و هوش تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مشخص شکل گرفته شما اگر به عنوان مثال تاریخ پروتستانیزم رو بخونید در درگیری هایی که با کلیسای کاتولیک داشت و شاخه های مختلف پروتستانیزم که با خودشون چارش های الهیاتی و سیاسی داشتن این رو نگاه میکنیم متوجه میشه که خیلی از موزگیری های الهیاتی برخواسته از این جنگ و دعواهای سیاسی و اقتصادی و الهیاتی بوده تو این زمینه زیاد صحبت نمیشه به خاطر اینکه زیاد مطالعه نمیشه ولی نوشته های بسیار معتبری هست که در خصوص بستر سیاسی و اقتصادی و الهیاتی و اجتماعی این اعترافنامه ها قلم زده شده که تشویق میکنم این رو بخونی. بنابراین باید آگاه باشیم از لنزی که بچه داریم شاید بشه گفت که اکثر شاخ ها واکنش بودن مسائلی که در این, در, در چارچوب های مشخص وجود داشتن که البته این واکنش تاکید و تمرکز خاصی رو هم طبیعتا به همراه داره هرچند احساس تعلق و تعهد به شاخه ها و سنت های مسیح صرفاً چیز بدی نیست و من بر ضد اون صحبت نمی کنم. همه شاه ها میتونن در پرورش الهیات مسیح نقش مفید و سازنده ای رو داشته باشن اما باید در نظر گیره که سنت الهیاتی که در اون تربیت میابیم تنها بستری نیست که الهی در اون رشد میکنه یعنی باید آگاه باشیم که شاخه های مختلف شاه های مختلف منظر های گوناگون الهیاتی هم در بدن مسیح وجود داره و من اصلاح گر یا من ریفورمد نباید خودم رو ستاندارد بگذارم در مسیحیت دنیا و باور و چشمانداز و آموزه های دیگران رو با باورهای خودم بسنجم یا یک تعمیدی که مثلا کلونیست نیست باید آگاه باشه که استاندارد خودش نیست یا یک کاتولیک نباید خودش رو استاندارد بدونه بنابراین هر کدوم از ما چشماندازهای های لایتی مختلفی داریم که در بدن مسیح داریم کار میکنم من دارم کلا مسیحیت جامعه رو در موردش صحبت میکنم جنگ و هست. یا های هست بعضی تندروی هایی میکنن همدیگر رو تیکه پاره میکنم من در مورد گروه آرام صحبت میکنم که وارد گفتگو با هم میشم با توجه به نقاط مثبت و حتی نقطه, ها... نقطه, های کوری که میتونن این جهان های مسیحی داشته باشن بهتر هست دوستان تا گوش های خودمون رو به سنت های دیگه الهیاتی باز بکنیم به گفتگوی بین الفرقه ای بین ای که احتمالا وجود داره گوش بدیم و از این مصاحبت بهره برداری برای رشد فکری خودمون برای عمق بخشیدن به بینش الهیاتی خودمون ببریم تا از این نصیبی ببریم میخوام خ... حالا که توی خصوص تنوع الهیاتی که در الهیات غرب وجود داره صحبت گذرایی کردیم و میدونم که شما هم باش آشنا هستید میخوام توجه خودمون رو به تصویر بزرگتر جلب کنیم و چشم انداز ما از الهیات یک منطقه به الهیات جهانی بست بدیم چشم که نه تنها شامل شاخه های مختلف میشه بلکه شامل کشورها و فرهنگهای های دوردست هم میشه تمدن ها و قوم هایی که در برخورد روزمره ما چندان جایگاه فعالی ندارن ولی اونها دارن به جلایات جهانی کمک میکنن مردم شبیه هم نیستن حتی اگه همه ما با هم به یک چیزی نگاه بکنیم و با ولی چیزهایی رو که ما از اون دریافت میکنیم تفسیرهایی که از اون یک چیز داریم عمق نگرش ما با هم یکسان نیست برداشت مختلفی خواهیم داشت و تصویرهای متفاوتی خواهیم داشت این به معنای تضاد و تناقض نیست من نمیگم هر کدوم دو تا حقیقت متناقض با هم رو خواهیم داشت من در مورد تناقض صحبت نمی کنم من در مورد دیدگاه های از یک حقیقت از ابعاد گوناگون دارم صحبت میکنم شاید بشه گفت اون چیز رو که ما با هم باور داریم میتونه کامل کننده یک تیکه باشه تکی از یک تصویر بزرگ رو هر کس گوشه ای از اون رو دریافت کرده و زمانی که این تکه ها رو کنار رو هم میگذاریم اون تصویر بزرگ به نمایش در خواهد اومد افراد با زمینه ها سطح دانش تجربه های مختلف چشماندازهای های متفاوتی که هر کدوم از آنها میتونن فکر رو فکر دیگه ای داشته باشن فهم متفاوتی رو داشته باشن و میتونن به کامل شدن این تصویر رنگین شدن تصویر جرفای معنای این تصویر کمک بکنن چنین نوع نگرشی تاثیر زیادی در نحوه پرورش خداشناسی ما داره نمیدونم آیا تا این قسمت به مسئله فکر کردید یا نه این بحثی هستش که میتونه ادامه پیدا بکنه که هر کدوم از پدران کلیسایی هم که ما داشتیم آگستین گرفته تاماس کواینس گرفته اوریجین و و و و, و افرادی که واقعا صحبت هاشون و تعالیمشون کلیسا رو برای بعضی هزار سال برای بعضی صدها سال تحت تاثیر گذاشته هر کدوم از یک زاویه نگرشی خاص کتاب مقدس نگاه کردن که این زاویه نگرشی شکل گرفته از شخصیت اونا بوده شکل گرفته از بستری بوده که در جامعه خودشون رشد کردن حتی من چطور رشد پیدا می کنم به عنوان یک شخص توی جامعه خودم خصوصیات اخلاقی من چی هست تجربیات گذشته من چی هست منو وا می داره که کتاب مقدس از یه زاویه دیگه بخونم و شما این رو تأمین بدی به جامعه یک ایرانی کتاب مقدس رو به خاطر چارچوب تاریخی خودش اجتماعی خودش تجربه های دینی خودش مسائل مختلفی که در اقتصاد اون تاثیر گذاشته او رو وا می داره که مسائل رو به جور دیگه نگاه بکنه من توی یک محل کاری کار میکنم که افراد از زمینه های فرهنگی مختلفی دارن با هم کار میکنن و هر کدوم یک مسئله رو جوری دیگه تفسیر میکنن این مسئله تعمین پیدا میکنه به الهیات و ما میبینیم که کتاب مقدس رو ما یک باب رو میخوریم هر کسی یک نگاه متفاوتی داره صرفا در تضاد هم نیستن اشتباه نیستن بلکه برداشت ها متفاوته،, متفاوته نگرش ها با هم فرق میکنه در خیلی از قسمت ها تکمیل کننده است من میخوام اینو بگم که ما چشم اندازهای الهیاتی متفاوتی در دنیا داریم که هر کدوم از ما به خاطر این شرایط به اینجا رسیدیم خودمون رو استاندارد سایر ایمان مسیحی نکنیم بلکه میتونیم در کنار هم قرار بگیریم و اینها رو روی میز بگذاریم و این پازل رو تکمیل بکنیم این من حالا یکی دو تا ویدیو دیگه هم خواهم گذاشت این بستر صحبت ها رو باز خواهم کرد و ادامه خواهیم داد ولی اجازه بدید پس این بحث رو از اینجا شروع بکنیم که نیاز به الهیات بونی چی هست از کجا به این نتیجه میرسیم و بعد میخوام برگردیم در مورد مسائل مختلف دیگه ای که این گفتگو رو آغاز خواهیم کرد به اونها هم خواهیم پرداخت اما در این حال اگر شما مطلبی رو دارید که میخواید با دیگران در میون بگذارید که ف... برای این صحبت های ما هست و جلوتر هست احساس راحتی بکنید این رو در میون بگذارید ما این گفتگوها رو هم اونجا ادامه خواهیم داد کسانی که هنوز وارد این گفتگوها نشدن و براشون تازه است میتونن از این قسمت شروع بکنن بنابراین امیدوارم که از این گفتگوها استفاده ببرید تشویق میکنم که وارد این تعامل و فکری و تعاون و فکری باشین تا این گفتوها پرورش پیدا میکنه و امیدوار هستم که اینها به شکل نوشتان مجموعه مفیدی این داده ها رو کنار هم بگذاریم و بتونیم کلیسای های ایرانی رو برکت بدیم مرسی به خاطر تحملتون و اینکه با من همراه بودید این ویدیو رو هم در اختیار دیگر هم بگذارید اگر خواستید مرسی